من گفتم از اول آدم زیاد دور و ورته، پشت بقیه قایم نشو. تو مالاتو میاری برات ویدیو بگیرن؟ آخی نازی، 29,000 نفرش حداقل نمیدونن که دیگه اون ویدیو اون عکس کجا پخش شده دیگه. ما میگیم که یه عکسی به دستمون رسیده، دوزی محتوا واضحه. ایشون بعد بیاد از مخاطبش بابت این که بهش بی احترامی کرده و کلا بده کرده عذرخواهی کنه. از اونجا که لیل اسی آدم پوتکه، صحبت های منو شنید، رفت گذاشت کف دست پوتک مستقیم. سلام به رفقای گل و دوست داشتنی، به کانال ایران حواشی خیلی خوش اومدین. امروزم با اخبار و حواشی های اخیر در خدمت شماییم. الکونویز حواشی اخیر رو به شدت مسخره کردن و واکنش تند کوکتل تیوی به حواشی دزدی پوتک و جواب سنگین کیودیپای و بقیه یوتیوبرها به پوریا پوتک. امروزم اومدیم این قضیه ها رو دنبال کنیم. اما قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، حتما با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما حمایت کنید. راستی اون زنگوله رو هم یادت نره بزنی تا بتونی اولین نفر از اخبار و حواشی یوتیوب و رپ فارسی با خبر بشی. خب مثل همیشه بریم سراغ سرخط خبرها. دیشب خیلی شب پر حواشی بود دوستان. الکونویز یه ویدیو آپلود میکنه و داخل اون ویدیو حواشی اخیر رو اینطوری مسخره میکنه. اومدم خونه براش گفتم ایلیا دیگه میخوام ویدیو بذارم، هر حقایقی هست راجع به این آدم به مردم بگم که همه بدونن داستان چه قراره. لیل اسی پیش ما بود و هرشم گفتم میخوام توی اینستاگرامم لایف بذارم راجع به همه موضوع صحبت کنم که تو هم در جریانی. از اونجا که لیل اسی آدم پوتکه، صحبت های منو شنید، رفت گذاشت کف دست پوتک مستقیم. به دو روز نکشیده اینستاگرام منو 4 تا از این هکرای روسی آمار دادن از توی اوکراین اینستاگرام منو هک کردن که چی شه که من لایف نذارم راجع به آقا افشاگری نکنم. مرد حساب یوتیوبمو خودت آوردی بالا. ایده محمد و احمد رو از در خونه با کلاگیسا اومدیم تو. پوریا پیش خشی نشسته بود، کلاگیسا رو گذاشتیم سرمون. پوریا به من گفت کلاگیسو بده، دادم بهش، گذاشته رو سرش، رفته تو آینه خودش رو نگاه میکنه میگه چقدر به من میاد. اگه میشه بچه‌ها ایده محمد و احمد رو بدید به من که اسم رحمان و رحیمم من خودم گذاشتم روی اون برنامه. گفت ایده محمد و احمد رو بده به من، ایارم بذار کنار. ناموسن تو چرا؟ تو چرا این کار کردی؟ من بهت میگم، به خاطر اینکه قرار شد من برم تو این برنامه، پوریا به من پول بده. قرار شد بابت این ایده به این بزرگی و این برنامه به این بزرگی به من پول بده و من گفتم برنامه ها رو میگیرم میانم یه پولی به ایلیا میدم. این بود برنامه من. برنامه رو گرفت، رحمان و رحیم رو ساخت، پولش هم نداد، کلن توش کرد. الان هم که اصلا دیگه تموم شد، دیگه رابطه همون تموم شد، قرار نیست اصلا پولی به ما برسه. این هم از داستان محمد رحمان و رحیم. البته بگم که لینک کامل همه ویدیوها داخل دیسکریپشن هستش. بعد این ویدیو کوکتل تیوی استریم میشه و به شدت میگیره روی کسایی که کلن این حواشی رو راه انداختن، مثل امیر ایزد و کیودیپای. صحبتهای زیادی میشه و طولانیه که البته تیم ایران حواشی نمیذاره داخل ویدیو، چون که در ادامه یکمش رو داخل استوری ها و ویدیوهای امیر ایزد با هم دیگه میبینیم. امیر ایزد سریعاً یه ویدیو میسازه و جواب میده. ببینیم در مورد من چی گفته کوکتل تیوی. ما یه تیکر رو گوش کنیم با هم دیگه، ببینیم کوکتل در مورد من چی گفته. برای خودم خیلی جالبه شخصا ببینم کوکتل تیوی در مورد من چی گفته. الان نتیجه نگیر خب؟ من هدستم بذارم ببینم چی گفته. اون دوستمون کسیه که میره ویدیو میسازه کارگاهان موزی، عکس خانم یکی رو میکنه که قرار نیست رو بشه. وقتی پشت صحنه دو تا حرف شنیده میاد تو ویدیو پابلیک میگه. خب من میدونم این اتفاق افتاده، من یه شنیدم، تو اجازه نداری این خبر رو پخش کنی. ببین اگه من مثل اینها بودم که هر چی تموش. ویدیو کوکتل تیوی رو دوستان دیدیم؟ من فکر کردم میخواد حرف مفید، من واقعا می‌خواستم ببینم، گفتم بشینیم با هم یه ساعتشو نگاه کنیم. یکی تو عکس خانم یکی رو پخش کردی که نمیخواسته پخش شه. خب داداش ببین من یه چیزی بگم، من تا جایی که میدونم تو قوانین یوتیوب شما به خودت حق نداری آسیب بزنی طبق قوانین.
اینکه شما میای چیزی میل میکنی که برای بدنت مناسب نیست، آسیب زدن به بخاطر جسم و اینا میشه، فکر میکنم خلاف قوانین یوتیوب باشه. به نظرم نکن این کارو. حالا شاید بگید چرا؟ میگه اومده عکس خانم یکی رو پخش کردی شاید طرف راضی نباشه. آخه شیطونه میگه همین یعنی زنگ بزنم فرادیکس خود فراد جوابتو بده. عکس کسی ما پخش نکردیم. این که مثلا میگم یعنی اینقدر بچگانه است این تفکر. اینکه مثلا من میام میگم ما کاراگاه های موزی اومدیم یه عکسی به دستمون رسیده و کوکتل تیوی واقعا باور میکنه اینو، مثلا فکر میکنه یه عده اومدن دم خونه ما مثلا رفتن پاپاراتسی شدن عکس گرفتن از خانم فرهاد ایکس رای مثلا برام. نه عزیز دل من، اون عکس ها رو خود خانم فرهاد تو چنل تلگرامش که پابلیکه میذاش، چون ممبراش کم بود، 1000 تا ممبر بود، وقتی مثلا یه ویدیو 20K 30K ویو میخوره 29000 نفرش حداقل نمیدونن که دیگه اون ویدیو اون عکس کجا پخش شده دیگه. ما میگیم که یه عکسی به دستمون رسیده و تو باور میکنی به اون یوتیوبر، خیلی خنده داره. بعد طرف نمیبینی بابا من و فرهاد هم فالو دادیم، اینو فانه کانتنت نمیدونی چی، خیلی جالبه. عکس شخصی کسی پخش نشده، عکسی که خودشون عمومی گذاشته بودن از خودشون در مورد عکس عروسی، حالا یه عده نمیدونم گفتن عکس لخ گذاشتیم، عکس عروسیشون بوده داداش، یا هر اطلاعات دیگه‌ای که ما دادیم سوتون پابلیک بوده، هیچ اطلاعات پرایوت تا حالا تو کارگاه موزی منتشر نشد. اینکه دقیقه 13 ویدیو میای از رفیقت این شکلی دفاع کنی بعد دیگه، من نمیدونم چرا حالا همش رفیقای پوتک میان ازش دفاع کنن، نمیدونم سوال که عزیز میان الکونویز میان، خلاصه برای بچه های استاندارد دوگانه دیگه میان. آقا داستان جریان پوتک خیلی ساده است، پوتک یه اشتباهی کرده، دزدی محتوا کرده، باید بیاد عذرخواهی کنه. اینو هی میبره تو حاشیه 200,000 دلار خیریه و نمیدونم 10% بعد به ایده پردازا میداده و پول فلانی نداده. این مسائل مالی که اصلا جواب دادنش خیلی ساده است. اگه پوتک انقدر بهش حجمه وارده راجع به این داستان که مخاطبا انقدر اعتراض کردن که کوکتل تیوی با 28,000 تا سابسکرایبر بیاد ازش دفاع کنه، خب خودش بیاد بگه دوستان این وعده هایی که من داده بودم به لحاظ مالی، این قولایی که من داده بودم، اینم اسکرین شات های پرداختش، اینم مدارکش، یا اصلا یه کانال تلگرام زدم شایعه ها رو اونجا میذارم، شایعه های مالی که در موردم هست، اینم اسکرین شات هاش، خیلی میتونه راحت پاسخ بده. اصلا نیازی نیست وزیر شطرنجمون پیاده هاشو بفرسته جلو به جنگ نمیدونم مهره های حریف، خودش بیاد بگی این چنل تلگرام، این حواشی، اینم جوابیه ما، اسکرین شات پرداخت 200,000 دلاری که گفتم اینها، این اسکرین شات پرداختش. من انقدر مثلا تو یوتیوب استودیوم تو اون تایمی که همه اعتصاب کرده بودن کار کرده بودم، گفتم پولشو میدم به مردم، انقدر پول درآوردم این یوتیوب استودیوم، اینم پرداختش. یا مثلا این فلان وعده‌ای که دادم، این پرداختش به این افراد، همشون هم هست در دسترس، میتونید برید خودشون بپرسید. اینکه جوابش خیلی ساده است. یه مسئله وجود داره که جوابش ساده نیست، اونم مسئله دوزی محتواست که پوتک جان تلویحاً، چون این حرکت رو خیلی کوکتل تیوی دوست داشت، تلویحاً پذیرفته این داستانو و ولی نیومده بگه آقا من اشتباه کردم عذرخواهی میکنم. هیچ بعد از ویدئویی که توش تلویحاً پذیرفته بود دوباره یه ویدئو گذاشت که دزدی محتوا بوده. حالا شاید کوکتل تیوی چون یه عده از مخاطبا رو ناخواسته ذهنشون رو گمراه کرده، گفته زیر ویدئوها زده اینسپایرد، نمیدونم ایده گرفته شده این حرفو، زیر چند تا ویدئو بیشتر نزده که اینسپایرد هم داده شه. من اصلا الهام گرفتم با دزدی محتوا فرق میکنه، این یه مسئله واضحیه. ما در مورد این که شما طعم کوکولا رو دوست داری یا نه که اختلاف نظر نداریم، در مورد این مسئله واضح داریم صحبت میکنیم. دزدی محتوا واضحه، ایشون بعد از مخاطبش بابت اینکه بهش بی احترامی کرده و کلا بده کرده عذرخواهی کنه. از منم نه، من اصلا کی باشم، من یه یوتیوبری ام، یه چیزی رو دیدم بهش پرداختم، ولی خیلی‌ها میدونستم بهش نمیپرداختن، نمیدونم چرا، شاید مثل تو رفیقش بودن کوکتل تیوی. ولی بیاد عذرخواهی کنه، بگه مخاطب عزیز من عذرخواهی میکنم، سرت کلا گذاشتم، بهت دروغ گفتم، شرمنده‌ام، عذرخواهی میکنم، دیگه هم تکرار نمیشه. خیلی هم کار قشنگ و کار اخلاق مدارانه ایه به نظر من. خیلی از رسانه ها و یا کانال های ریاکشن طرف پوتک رو گرفتن در کل، ولی خب مگه رسانه نباید بی طرف باشه؟ منظور من داخل یوتیوب نیستا بچه ها، تلگرام هم همینطور. و اینکه خیلی ها اصلا این قضیه رو پوشش نمیدن، فقط تیم ایران حواشیه که مو به مو این قضیه رو پوشش داده و این واقعا عجیبه. و بعد امیر ایزد استوری هایی میذاره و در ادامه میگه که آقا این دیسپچ کوکتل تیوی که اومد ببینید، فقط یه چیزی تو ویدیو شدی که گفته شدم یکی آوردن پوستر من صحبت که دلو رو داره میگه، خدا رو شکر ویدیو دلو هست، ما تو ویدیو با دلو فقط داریم به این موضوع که تو سر داستان وایس پوتک اشتباه کردی اعتراض میکنیم، یه سر به دلو
و نه دلو قانه میشه نه ما قانه میشیم چیز خیلی زد، نه کسی اصلا از اون حرکت دفاع نه که دفاع گفتم در حق کوکتل تیوی مثلا اشتباه بود به نظرم مثلا فلان و بیسار، ما اونجا داشتیم دفاع میکرد و کاراکترمون هم اینه، یعنی هر جا اگه حق با کوکتل باشه میگیم هست، نباشه میگیم نیست. آره هم کوکتل از چی ناراحت بود خدا میدونه، شاید جاش اینجا خالی بوده، انشالله اگه ایران بودی یه قسمت هم شما بیاد دیگه نمیدونم مشکل ویدیو چی بوده و اینا که اینقدر کوکتل فشار خورده که یه ساعت ویدیو داده و این حرف رو که توش دروغ بگه در مورد کارگاه موزی خیلی واسم جالب. حالا سبت ببینید دیگه توضیحات کامل اونجا هست. آقا خسته شدیم سرمون درد گرفت، خب پوتک به اسخایی کن. آقا کوکتل تیوی که خیلی نگران پرایوت رو شدن و اینجور مسائله، میخوام بگم اینا استاندارد دوگانه دارن، یکی نمونه شه ها تو ویدیوش همش اینجوریه که امیرالیزاد تو کارگاه موزی پرایوت رو کرده که اتهام و تهمت دروغ همش، و یه پرایوت دیگه هم رو میکنه در مورد درگیری یک زن و شوهر کامیونیتی که من نمیخوام بهش بپردازم، دوست ندارم بازش کنم. اینجا یه پرایوت دیگه هم داره کیودیپای رو میکنه، خیلی جالبه. بعد میگه پرایوت رو کردم بده با هم ببینیم، خیلی با هم حرف میزدیم و اینا. اون تایم که یادتونه با خلصم یه ویدیو داد، اون تایم دایرکت پوریا رو سوراخ کرده بود و واتساپ پوریا رو سوراخ کرده بود که آقا بیا با هم کلاب. خب دوست عزیز تو الان در مورد اینکه کیودی پای مثلا به واتساپ پوریا پوتک پیام داده اطلاع داری، برای چی میای پابلش میشی؟ این بد نیست، استاندارد دوگانه. بعد اینجا با حاله میگه که پوریا پوتک از مثلا سه تا یوتیوبر فقط کپی کرده، گوش کنید. در 20 و یه بابای دیگه بود اون کچل اسمش یادم نمیاد، این سه تا است زیر 20 است درست. این ویدیو رو وقتی وا میکنی زیرش پوریا پوتک نوشته اینسپایر بای مثلا فلانی، خب این اینسپایر بای کاملا غلطه، خب دروغ میگه، اصلا زیر همه ویدیوها نذاره، زیر اکثر ویدیوها اصلا نزده، دقیقا زیر کم تعداد خیلی کمی از ویدیوها اینسپایر رو زده، اونم فقط هم واسه رادال زده، واسه مستر بیست و اون بقیه یوتیوبرها رو اصلا نزده بود. حتی اینسپایری که خود کوکتل تیوی هم داره میگه غلطه رو پوتک اصلا ننوشته بود، حتی همین غلط هم انجام نداده بود. یعنی به این میگن چی؟ اینم کوکتل تیوی مهربونه دوستان، شاید پونه میدم اینو نباید مینوشه اینسپایر بای، یعنی الهام گرفته شده، بعد میگمش کپی. چقدر مهربون. بعد از کویتر خیلی بانمکه میگه مثلا خود پوتک بهتون سرنخ داده بود، خب زیر ویدیوهاش مثلا اینسپایر زده بود. الان پوتک جان چیز آرام جان پوتک راجع به این ویدیو سرنخ داده، دیگه میشه سرنخ واسه پیدا کنی اینسپایر از کیه این ویدیو؟ آها ننوشته، شاید این بالا گذاشته ها. آها اینجا هم نیست، اوکی هیچ جا نیست. نه بعد ویدیو این بنده خدا هم فقط 10,000 تا ویدیو خورده بود، نه من کمتر از 500 پیدا کردم. سرنخ بابا نمالید انقدر، تو رو خدا انقدر مالکشی نکنید، زشته. به خدا سر مخاطبم درد گرفت، بابا یه عذرخواهی کن آقای پوتک تموشه بره دیگه. من نمیدونم این همه این وزیر شطرنج این همه پیاده چیه میفرسته جلو، اینو خراب کن اونو تخریب کن اینو بکوب اونو بکوب. باشه بابا ما همه بدیم، ایشون دزدی محتوا کرده کلا بدره کردن مخاطب بد اسخایی کنه، تموم شد رفت، خیلی سخت نیست به خدا. اینو بفرسته در ستون کوکتل تیوی بگه داداش یارو حتی خود بنده خدا یوتیوبر واترمارک گذاشته بود، یعنی اومده بود زده بود اسم کانالش و ستون پوریا پوتک رفت حتی این اماجی پاک کرد، یعنی بذار کوش ایناش زوم کرد واترمارک یارو رو پاک کرد. تو حتی واترمارکش رو نشون ندادی، اینقدر یعنی اوضاع خرابه. و حالا ایران پارودی هم به این قضیه واکنش نشون میده و میگه که طنز کوشر دفاع کوشر مالکشی کوشر، همینه وضعیت مملکت، همینه دست کسخلایی این شماست. و بعدش داخل استوری بعدی میگه که یعنی حاضره 100 نفر رو بفرسته جلو، همه رو بدنام و بی اعتبار کنه، از پشت پرده کانالا رو تهدید و تحریم و پرونده سازی کنه، اما یه عذرخواهی نکنه. پوتک تبریک میگم، اولین پارودی مالشی رو مجبور کردی برات بسازن. و در آخر سر هم کیودی پای میگه که من گفتم از اول آدم زیاد دور و ورته، پشت بقیه قایم نشو، خودت بزن جا این کارا، پشت دوربینشون قایم شدی به آدمات میگی ازت دفاع کنن، مالاتو میاری برات ویدیو بگیرن، آخی نازی، اونم با مسخره بازی که ذهن مردم منحرف شه و چند تا فکت در حد حرف، حرفی داشتی خودت میگفتی و ثابت میکردی، نه اینکه پشتشون قایم شی. ببینم میتونی تنهایی این کار
رو کنی. نشسته رو صندلی صورتی با بالشتک باسن ازش دفاع کنن و یواشکی میخنده، خوشش میاد. و مثل همیشه نظر شما راجع به این قضايا چیه؟ میدونم ترک لایک و سابسکرایب هم بخونم. بزن دکمه ی لایک و دکمه سابسکرایب و بزن دکمه ی لایک و دکمه سابسکرایب و اگه میخواد نیلو بده هزینه رو لایک کن.